5 تکنولوژی بر شما معرفی میکنم که شما میتونید بیش از 60-70% مشکلات باغداری خود را با این حل کنین که این کدام هست و کدام مردم از این استفاده میکنه و چه قسم تهیه میشه. پس تا آخر با ما همراه باشید. درود به دوست خوبم، قربان آزاد هستم و خوش آمدین به کانال یوتیوب باغبان آزاد. دوستای عزیز، قسمی که شما در جریان هستین، مردم چین در اکثریت از کارا و فعالیت ها در سطح آسیا خیلی کار و زحمت میکشن و همچنان اکثریت مردم فقط مورچه‌واری در حال تلاش کردن و زحمت کشیدن هست و اینا کوشش میکنه هر نوع چیز را اول اینا اختراع کنه، از کوچکترین چیز میتونه بیشترین سود را بگیره. از همون خاطر است که اقتصادش فعلا در دنیا مطرح است. خب تنها چیزی که اینا جور کردن در اکثریت از ساحات ایران و افغانستان شما در جریان هستین که کوها به شکل تپه‌ای اکثریت از جای وجود داره. اینا بعضی تکنولوژی های را جور کردن که قطارک های خرد زمینی جور کردن که براحتی میوه ها را بیچینن توسط اینا و همچنان به شکل قطارک های آهنی هوایی جور کردن که بتونن میوه ها یا هر چیزی که ضرورت داشته باشن فوراً از طریق برق انتقال بده و مواد غذایی یا میوه‌جات هر رقم چیزی که داشته باشه، یعنی کوشش کردن که وقت یا زمان رو تو پرس بکنن، یعنی کم بکنن. فرض کن یک شخصی از سر تپه که باغ و درخت داره تا پایین رو بخواد انتقال بده، این بسیار وقت زمان رو میگیره. اگر یک عالم سرک اینجا بیاید داخل باغ جور کنه، خب یک عالم ضایعات زمین میشه. این بهتر است که از آسمان به یک شکلی توسط برق یک دستگاه را جور کنه، راحت انتقال بده بیاره و ببره، که این سر روز که ما شما هستیم کاملا امکان پذیر است. برق وجود دارد، تکنولوژی وجود دارد و هر رقم چیز. و تکنولوژی دیگه ای که کاملا ساده و راحت هست، توسط او میتونی نهالی بشانی. قسمی که شما میبینین در 3 ثانیه 2 نهال شانده میشه. حالا شما که در ایران، افغانستان یا هر کشوری که هستین کارگر میگیرین و او را باید دانه دانه بکنن و بیشانن و بسیار وقتگیر هست و همچنان از یک طرف زمانبر هست، از طرف دیگه کار درست انجام نمیشه و از طرف دیگه هزینه شما، هزینه کارگر شما زیاد میشه. اگر این دستگاهک در دسترس شما باشه، به راحتی شما میتونین که در 3 ثانیه 2 تا ازیره به راحتی بشانین که این در بادنجان رومی یا گوجه فرنگی، در هر نوع نهالشانی، بخش سبزیجات و همچنان میوه‌جاتی که زمینی هست شما میتونید استفاده کنین، کاملا جوابگو هست. و تکنولوژی سومی که اینو ساختن، شما ببینین از یک مقدار الوفجات و الوفجاتی که یک مقدار سخت و سیفت هست، از پوست درختان و همچنان از چوب، چقدر یک کفش باغبانی خوبی جور کردن. اکثریت از مردم ما شما منتظر هست یا کدام کارخانه بیاید تولید کنه یا از بیرون وارد شود. چرا این قسم هست؟ خب اینا خودشان همین کار را، همین دهقانشان اختراع میکنه، از یک طرف یک چرخه اقتصادی خوردی به وجود میاد و از طرف دیگه به قیمت ارزان‌تر به دسترس باغدارا و دهقانا قرار داده میشه، هم ثواب میشه و هم خرما. و تکنولوژی چهارم که کاشت با کود طبیعی است. قسمی که شما میبینین در رویش کاشت، خب فرق نمیکنه این درخت باشه، سبزی باشه یا مثلا نهالی باشه یا هر چیزی که باشه، شما میبینین همین خودی ساقه های جواری را گرفتن با هم دور دادن و این را میشانن در قسمت پایین امو احلوفه ای که ما شما شاید آتش بزنه یا به هر صورت یک قسمی استفاده درست نمیشه، این را به عنوان یک کود طبیعی استفاده میکنن. او چوب را میزنن و مواد اصلی که میخوای بشانن و او را میکارن در او قسمت، که این چی فایده داره؟ اولی که باعث میشه آب به راحتی جذب شوه، ریشه های درخت یا نبات شما، گیاه شما در اونجا رشد کنه و در مرور زمان بعد از چند ماهی تجزیه میشه به بهترین کود و کمپوست تبدیل میشه که درخت یا گیاه شما به راحتی خودش میتونه رشد رو بکنه. خیلی راحت، خیلی کار کن که به راحتی میتونه بهترین میوه یا سبزی رو برتون بده. و تکنولوژی پنجمی که هست قیچی هست. قیچه های برقی که امروزه مردم استفاده میکنن، حتی قیچه های را جور کردن که از همون دورترین ساحه میتونی که توسط امی خودی وسیله از این کنترل کنی و او قطع شوه، به راحتی این شاخبوری و هرس انجام میشه. وقتی که یک شاخبور یا هرس کننده میره شاخ درخت بالا میشه، در اونجا خیلی از شاخه های تولید کننده میوه را توسط لباس های خود میکنن و از بین میرن، از یک جای مجبور را بگیرن، به یک طریق ضایعات میوه و ضایعات شاخچه و کندوک اینا مشکلات زیادتر میشه. برای راحتی شما میتونن هم کار سریع انجام میشه و هم
بازم گفته میتونیم که هم ثواب است هم قربان. خب دوستای عزیز، چرا اینا رو ما کلگی رو با هم جمع کردیم خدمت شما؟ خب شما هم ایره دیدین. دوستای عزیز، ما میخوایم ذهنی بعضی دوستا رو درگیر بسازیم که تویی که در ایران یا افغانستان یا در هر کشوری که هستی و فارس زبان و دری زبان هستی، چرا خود شما اقدام نمیکنین همین محصولات رو در داخل تولید نمیکنین؟ این چیزی که شما میبینین مثلا به شکل کفش جور کردن، کفش باغبانی خودشون جور میکنه، یا اینکه او وسیله ای که شاندنی هست میشانه قلمه یا همچنین نهالی رو میشانه و اکثریت از این چیزا امکان پذیر است. خود شما با حداقل هزینه میتونین این کار رو تولید کنین و با یک چند دیگه تا حتی بفروشین. خیلی راحت هست. ها از کوشش شوه که از واردات جلوگیری شوه. یکی از برنامه هایی که دولت ایران فعلا داره که من چند مدت پیش در ایران بودم، خیلی میگفتم مردمش باید خیلی خوشحال باشه که صادرات زیاد هست از خود ایران، ولی واردات را کوشش کردن بند کنن. از این خاطر بعضی دوستایی که تجار هست کوشش کردن که بیا تولیدات را در داخل شروع کنه که واقعا یک کشور مستقل میسازه، که فعلا واقعا خیلی مردم افغان سرکار شدن و خود مردم ایران سرکار هست. وقتی که در داخل ایران بیاید 100% مردم در حالت کار هست، ولی شما در دیگر کشورها برین مردم را میبینین که همه بیکار هست، ولی در ایران برعکس هست. خب دوستایی که در ایران هست، شما واقعا باید احساس خوشحالی و خوشبختی کنین. گرچند یک مقدار مشکلات سیاسی هست، ولی با وجود او سرزمین ایران واقعا زمین غنی هست، مردمش با فرهنگ و فکر بسیار بالا داره و باز هم میتونه این تولیدات خود ادامه بده و دوستایی که در خارج هست میتونه دوباره بیاید در کشور خود سرمایه گذاری کنه. و همچنان مردم افغان ما که در هر گوشه دنیا که هستین، شما به راحتی میتونین یک تجارت خرد یا کلان را در داخل کشور خود را بیاندازین و برای مردم خود یک سهولت ایجاد کنین. خب چقدر شما عمر دارین؟ 10 سال دیگه، 20 سال، حتی 100 سال دیگه؟ خب بالاخره میمورین. یک کوچکترین چیز را از خود به جای بمانین که یک کسی بگه که اینمی نفر بالاخره یک وقتی همی گپ را به وجود آورده. یک کس را بر شما اشاره میکنم که واقعا در افغانستان خدمت کرد، کسی به نام دکتر وکیل که فعلا قریش هم موجود هست، نهالستان دارد، یعنی یک ساحه از افغانستان که به نام قریه خیلی خرد است به نام جلس که خودش هم از اونجا هست، بیشترین نهال را در اونجا رفتن شاندن و بالاخره فعلا جلزی میدانی وردک در سطح افغانستان سبش مشهور هست که خود دکتر وکیل از دنیا رفته خدا رحمتش کنه، ولی آثارش فعلا باقی هست. شمایی که بخش باغداری و هر تجارت که علاقه مند هستین، حتما اگر در توان شما هست به کشور خود خدمت کنین.